سلام به همه دوستای عزیزم، حسن غفاری هستم با یک آموزش دیگه. امروز میخوایم درباره استاتیک رود ها صحبت کنیم و روتینگ به چه درد میخوره و برای چی هستش. ما توی مباحث قبلی با معنی دیفالت گیتوی آشنا شدیم. اگر آدرس شبکه‌ای رو ندونیم و بخوایم برای مثال به اینترنت دسترسی پیدا بکنیم، باید بریم سراغ کسی که مستقیماً به اینترنت دسترسی داره، یا اون اصطلاحاً اتصال اینترنت مستقیم به روتر ما بخوره. من اینجا یک سناریو آماده کردم که همونطور که میبینید من 3 شبکه شخصی دارم، خصوصی، پرایویت دارم. حالا این شبکه های پرایویت من اومدن رسیدن به یک مودم. ما قبلا اومدیم به این میکروتیک هامون گفتیم که اگر کسی رو نمیشناسی برو از مودم بپرس و IP مودم رو هم بهش معرفی کردیم. حالا ببینید، الان این روترها همشون اینترنت رو میشناسن، اما آیا کامپیوتر 9868250100 کامپیوتر 9868150100 رو میبینه؟ آیا بهش دسترسی داره؟ آیا میتونه براش یه پکتی ارسال کنه؟ بریم چک کنیم. من اینجا 3 میکروتیک رو با هم ران کردم و میخوام این تست رو انجام بدم. روی میکروتیک 150 هم من میام از قسمت نیو ترمینال، میخوام کامپیوتر 250100 رو پینگ بگیرم. 192.168.250.100 پینگش رو میگیرم. نوشته تایم اوت. چرا؟ چون نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه. من این رو دیزیبل میکنم و میرم شاید اصلا 200 رو ببینه. همونطور که میبینید باز همین مشکل هست. پس من باید این شبکه های اصطلاحاً 250.0 و 200.0 رو به این شبکه روتر خودم بشناسونم. حالا به چه شکل؟ از قسمت IP میایم روی رودز کلیک میکنیم. ما این رو برای اینترنت نوشتیم. حالا باید مثل همین، فقط با یه تفاوت کوتاه و کوچیک، برای 2 روتر دیگه هم بنویسیم. ببینید الان من پینگ کامپیوتر ها رو ندارم چون بهشون متصل نیستم، ولی توی این تصویر اگر ببینید هر میکروتیک من داره ایمپورت میکروتیک های دیگر رو میبینه. پس من میتونم به این تحویل بدم، اینم که شبکه پشتش رو میشناسه و میتونه بهش تحویل بده و اصطلاحاً ریسپانس یا پاسخش رو برای من برگردونه. بریم انجامش بدیم. من اول پینگ میگیرم 192.168.100 و مثلا 20 که برای IP 200 هم هستش. پینگش رو دارم. خب این IP پابلیک یا همون تو بستر اینترنت اصطلاحاً تو رنج مودم شبکه 200 من هستش. من این رو میبندم. حالا بهش اعلام میکنم، میگم اگر به 192.168.200.0/24 نیاز داشتی که پکت ارسال کنی، مستقیم پکت رو براش نفرست، تحویل بده به 192.168.100/20. این IP چی هستش؟ این IP دقیقا همین پورتی هستش که روی شبکه 200 من وجود داره. یعنی این پورت هستش، من دارم به این پورت میکروتیکم میگم که اگر پکت خواستی ارسال کنی بده به این. خب این مورد اول. حالا مورد دوم میخوام دقیقا برعکس همینم انجام بدم. میخوام بگم اگر به اینم خواستی پکت ارسال کنی تحویل بده به این. خب میام مینویسم
یه روت جدید 192 192 192 داد 168 داد این بار 250 0 اسلش 24 تحویل بده به 192 168 100 30 تو رنج مودم هم پورتی که داره میبینتش. حالا میرم تست کنم ببینم که این اتفاق افتاد یا نه. پینگ میگیرم از 192 داد 168 داد 200 داد 100 کامپیوتری که توی اصطلاحا شبکه 200 وجود داره. من از 100 کامپیوتر 100 دارم به کامپیوتر 200 پکت ارسال میکنم. الان روترش تحویل میده به روتر، از روتر 1 تحویل میشه به روتر 2 و روتر 2 هم که اون شبکه رو میشناسه. ببینیم اتفاق میفته یا نه. ببینید داره به من تایم برمیگردونه و ریسپانس، یعنی این اتفاق افتاد. خب بریم حالا سراغ روترهای بعدیمون. برای هر کدوم دونه دونه روت بنویسیم. دوباره IP روت پلاس رو میزنیم و میگم 192 168 150 0 /24 رو اگر میخوای تحویل بده به 192 168 اصطلاحاً 110. من آی پی های هر روتر رو هم باز بکنم ببینید. ببینید پورتی که با بقیه در ارتباطه و اصطلاحاً پورت اینترنت اینجا 110، اینجا 130 و اینجا هم آی پی ادرس و اینجا هم 120 تو رنج مدل و هر کدوم شبکه داخلیشون 100 250 250 و 200 هستش. خب حالا میام برای این روت می‌نویسم و تحویل اون میدم. خب میام دوباره پلاس رو میزنم، میگم 192 168 اصطلاحاً 200 که 250 که خودش میونه 200 0 /24 و 192 168 صد. خود آی پی چند هستش؟ 30 هستش. باز باید تحویل به 20 بدیم. اوکی من روت قبلی رو هم چک بکنم. خب یه دونه شو به 10 دادیم، یه دونه شو به 20. حالا بریم پینگ بگیریم ببینیم اتفاق به درست افتاد یا نه. 168 150 100 پینگش رو داریم درسته و 192 168 200 100 پینگ پینگمون رو هم داریم. حالا شاید بپرسید چرا برای اونا من روت نوشتم، برای شبکه‌ای که خود پشت خود روتر هست روت ننوشتم. ببینید یک سری روت ها به صورت داینامیک نوشته میشن. به محض اینکه من به این پورت آی پی 100 رو دادم، به صورت خودکار اومد یه دونه 100 صفر برای خودش تعریف کرد. خب اگر اصطلاحاً پکتی برای شبکه 100 صفر داری بده به اداره 1 و پشت سر اون وقتی به اصطلاحاً پورت اداره 2 اومدم 251 دادم، خب اگر میخوای 250 صفر پکتی ارسال بکنی بده به اداره 2. اینو داینامیک خودش اومده تشخیص داده و نوشته. حالا برای شبکه سوم هم میخوام روت بنویسم. دوباره میام قسمت آی پی و روت پلاس رو میزنم 192 داد 168. الان روی روتر 200 هستم. یه دونه 150 یه دونه 250 نیاز دارم. 150 صفر اسلش 24 192 داد 168 اصطلاحاً 100 که تو رنج مودمم هست و 10 که این آی پی هستش که روی ادر 1 شبکه 150 هم هست.
و توی روت بعدیم 192.168.250.0/24 رو میدم به 168.130 که این آی پی هستش برای شبکه 250. خب حالا من تست آخر رو هم روی این انجام بدم. پینگ 192.168 اول 150 100 رو چک کنم. بله درسته، رود داره و 192.168.250.100 رو هم پینگ بگیرم. خب این رو هم به درستی روتش رو نوشته بودیم. خب ببینید، روتینگ در میکروتیک و خیلی دستگاه‌های دیگه وجود داره و باید حتما صورت بگیره تا چند شبکه بتونن همدیگر رو ببینن. امیدوارم این مبحث رو کامل متوجه شده باشید و ازش نهایت استفاده رو ببینید.